به نام خدا درس دوم شروع میکنیم برای امروز. موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم بحث دومی مسئله به نام چارت است. توسط چارت ها ما میتونیم اطلاعاتی که نمایش میدیم خیلی ساده بسازیم و جای مطالعه کردن طرف شکل نگاه کنیم موضوعات درک بکنیم. میم خیلی راحت یک نمونه انتخاب میکنیم، چارت ها نمونه، البته مدل های زیادی داره. فعلا ما تنها درباره کالم صحبت میکنیم و این کالم هم باز چند تا مدل داره، تنها فقط مدل اولی رو انتخاب کردیم و سرچ کلیک میکنیم. اوکی، سر اوکی که کلیک کردیم یک دانه چارت وارد میشه داخل صفحه ما و ما و شما به اینجا یک صفحه که خورد اکسل میبینیم. سر رزی کلیک میکنم که بسته شه، میام به اینجا. ببینیم کاتگوری مثلا نمیشه میکنم احمد، اسد، کریم، ناصر. شاید اینا از چند مضمون امتحان داده باشن مثل دری، انگلش. پشتون به اینجا انتخاب میکنیم یه قسمت رو. بچه ها من چون فرمول اکسل یاد دارم مثل رند نوشته میکنم، ولی شما به قصه از فرمول نباشین، عددم تو مستقیم تایپ کنین. متوجه باشین من از 50 الی 100 اینجا نوشته میکنم. کنترل انتر. حالا روی از این کلک میکنم که صفحه ما دیگه به حساب فرمول از حالت انتخاب بیرون میشه. متوجه باشین اگر اینجا لازم باشه میر کلان کنم، میتونم کلان کنم. پایین بیایم کلان کده میتونم. سر کلوز کلیک کنم این بسته میشه. اینجا آمده یک کمک سفر خورد میکنم، رو منفی کلیک میکنم. اگر دقت کنیم نوشته شده کویک لی اوت. ما داخل تنظیمات چارت هستیم، کویک لی اوت کلیک میکنیم. برای ما یک مدل انتخاب میشه، میگه که البته مدل ها رو نشان میده. یک مدل انتخاب میکنیم، همین عدد ها از این رقم باشه به سیستم برای ما نشان میده. شاید رنگ ها رو دوست نداشته باشیم، میم رنگ ها میبینیم. بازم این رنگ ها خیلی جالب نیه، میم داخل دیزاین به اینجا کلک میکنیم. یک مدل از این رو انتخاب میکنیم، رنگ ها تغییر کرد، کمی متفاوت تر شد. پس میم به چارت دیزاین، حالا باز سیل میکنیم. رنگ ها تقریبا متفاوته و به اینجا ما میبینیم احمد نمره دری از با رنگ سبز، انگلش از با رنگ آبی و پشتو از با رنگ زرد نشون داده شد. روز به روز هم پشتو، البته ببخشید دیگه، مضمون از روز به روز نمره بیشتر شده که پشتو بلندترین نرم داره 100 و اینجا هم پشتو 94، اینجا 61 و اینجا 96. واقعا پشتو رشد خوبی داشته به میمودد. کلک میکنیم بچه مدل های مختلف انتخاب شد. اگر شما تغییرات ضرورت داشتیم میتونیم بیم سر ادیت کلک کنیم، بیم بازی نمرار تغییرات بیاریم. حالا من نمرار تغییرات میدم، تغییرات دادیم بسته میدم. متوجه شدیم این دفعه باز نمره مضمون به نام انگلش زیاد شده. خب چون نمرات تصادفی میایه هر کدوم یک دفعه زیاد میشه. در بعضی موارد به شما تغییرات دیگه به کار داریم. مثلا اگر روی سلکت دیتا کلیک کنیم، سر سویچ رو و کالم کلیک کنیم، سر اوکی کلیک کنیم، ببینیم دری انگلش پشتو اسما باز به اینجا اومد، جا از اینا تغییر داد. اگر همین صفحه اکسل وا باشه شما سر از این چارت کلیک کنیم، این گزینه فعاله. در غیر از او ای غیر فعاله. شما اگر بیم به اینجا سر چنج تایپ کلک کنیم میتونیم خیلی راحت مدل چارت خود چنج کنیم به این مدل های دیگه. سر اوکی کلک کنیم. اگر چنج تایپ کلک کنیم اینجا مدل پس چیکار کرده میتونیم تغییر داده میتونیم. موضوع دیگه که اینجا خیلی مهمه ای است که ما داخل اکسل به دو روش میتونیم وارد بشیم. یکی اکسل به شکل ساده که پیشتر وا کرده بود، یکی اکسل به شکل کامل وا بکنه. من میتونم بیم از این اطلاعات یک کپی بگیرم، به اینجا پیست کنم،
نام از اینا رو عوض کنم، مثلا اسد، اکبر، البته کبیر نوشته میکنم، اکبر، شریف. به اینجا ما مضمون ها رو تغییرات میدیم، مت مثلا انگلیش و عربیک. شاید هم یک موضوع متفاوت انتخاب کنیم، اید بسته میکنم، سیو هم خود از او سیو میکنم، کار نداره. اگر سر سلک دیتا ما کلک کنم، حالا میتونم بیایم از این فضای جدیدی که پیشتر ما جور کرده بودیم هم اعداد انتخاب کنیم، بگیم که چارت جور کن، سر پلوس کلک کنیم، بسته میشه. فعلا ما هم تا که گفته بودیم 6 دقیقه شد یا حدود 7 دقیقه این موضوع جدید کار کردیم. فعلا یک چارت اینجا داریم، در ادامه باز بعضی موضوعات دیگه که انشالله کار خواهد کرد.